حقایقی شنیدنی در مورد خون. خون یک سیال حافظ زندگی هستش که توی رگ‌های خونی بدن جریان داره. خون موادی مثل غذا، الکترولیت‌ها، هورمون‌ها، ویتامین‌ها، پادتن‌ها، گرما و اکسیژن رو به بافت‌های بدن می‌رسونه. خون با رسوندن مواد مفید به بافت‌ها، مواد مضری مثل دیوکسید کربن رو هم از اونها دور می‌کنه. خون انسان پر از شگفتیه. مثلا مقدار متوسط خونی که توی مدت 25 روز در بدن به گردش در میاد تقریبا با آب درون یه استخر متوسط برابری میکنه. همراهان تکسان تیوی سلام. با ما این ویدیو رو همراه باشین تا حقایق جالبی در مورد خون رو بهتون بگیم. ولی لطفا فراموش نکنید قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای اطلاعات جدیدترین آپلودها روشن کنید. خون انسان از چه چیزهایی ساخته شده است؟ پلاسما. این ماده در واقع بخش مایع خونه که گلوبول‌های سفید و قرمز درون اون معلق هستن. گلوبول‌های قرمز. این گلوبول‌ها اکسیژن را از ریه تحویل می‌گیرن و به بقیه بدن می‌رسونن. گلوبول‌های سفید. این گلوبول‌ها کمک می‌کنن که بدن با عفونت‌ها مقابله کنه. گلوبول‌های سفید انواع مختلفی دارن که شامل لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، اوسینوفیل‌ها، باسوفیل‌ها و نوتروفیل‌ها میشن. پلاکت‌ها. این جزء خونی باعث کنترل خونریزی میشه. گلوبول‌های خونی کجا ساخته میشن؟ سلول‌های خونی توی مغز استخوان ساخته میشن. مغز استخوان یه ماده نرم و اسفنجیه که تو مرکز استخوان قرار داره و 95% سلول‌های خونی رو می‌سازه. اکثر مغز استخوان یه انسان بالغ در استخوان‌های لگنی، سینه و کمر اون قرار داره. سلول‌های خونی که در مغز استخوان ساخته میشن به عنوان سلول‌های بنیادی از استخوان خارج میشن. سلول بنیادی فاز اولیه همه سلول‌های خونی هستش. وقتی که سلول بنیادی بالغ میشن، سلول‌های خونی از اونها به وجود میان. از این سلول‌های بنیادی گلوبول‌های قرمز، سفید و پلاکت تولید میشه. عملکرد گلوبول‌های قرمز و سفید و پلاکت‌ها. عملکرد اصلی گلوبول‌های قرمز بردن اکسیژن از ریه‌ها به بافت‌های بدن و گرفتن دی اکسید کربن اونها و برگردوندن اون به ریه و دفع از طریق ریه است. هموگلوبین یک پروتئین مهم در گلوبول‌های قرمز هستش که به کمک اون به بافت‌های بدن اکسیژن رسانی انجام میشه. و حالا گلوبول‌های سفید وظیفه مقابله با عفونت‌ها رو دارن. انواع مختلفی از گلوبول‌های سفید وجود دارن که هر کدوم نقش خودشونو توی بدن دارن. گلوبول‌های سفید همچنین با مقابله با ایجاد عفونت و از بین بردن سلول‌های مرده و گلوبول‌های قرمز پیر باعث بهبودی زخم‌های ایجاد شده در بدن هم میشن. این گلوبول‌ها همچنین در حفاظت از بدن در مقابل سلول‌های تغییریافته یا همون جهشیافته مثل سرطان‌ها کمک می‌کنند. حالا عملکرد اصلی پلاکت چیه؟ عملکرد اصلی پلاکت خون همون لخته شدن خونه. پلاکت‌ها از نظر اندازه خیلی کوچکتر از گلوبول‌های قرمز و سفید هستن ولی با همدیگه پیوند برقرار می‌کنن و سوراخ ایجاد شده در رگ‌ها رو می‌بندن تا خونریزی قطع شه. آزمایش خون CBC چیست؟ CBC مخفف Complete Blood Cell Count هستش که به معنی شمارش سلول‌های خونیه. توی این آزمایش اندازه‌گیری سایز، تعداد و بلوغ سلول‌های مختلف خونی توی یه حجم مشخص خون انجام میشه. این آزمایش کمک می‌کنه تا بیماری‌های مختلف تشخیص داده شه. اگه عفونت توی بدن وجود داشته باشه، تعداد گلوبول‌های سفید به صورت غیر عادی زیاد میشه. خیلی از سرطان‌ها بر روی توانایی مغز استخوان در تولید سلول‌های خونی تأثیر می‌ذارن. افزایش تعداد گلوبول‌های سفید نابالغ توی خون می‌تونه نشون دهنده سرطان خون باشه. کم بودن میزان هموگلوبین بدن هم می‌تونه نشون دهنده کم خونی یا بیماری داسی شک شدن سلول‌های خونی باشه. به پایان ویدیوی دیگه ای رسیدیم. حالا شما به ما بگیم قسمت عمده پلاسمای خون چیست؟ کدام پروتئین‌ها در گلوبول‌های قرمز باعث تعریف گروه خونی میشه؟
لطفاً نظرات و دانسته‌های خودتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایکش کنید. ممنون که با ما همراه بودین.